استانبول با یلدا متفاوت‌تر برخورد کردن. اینکه این یلدا هر مراسمی شاد یا غم‌انگیزی را در ایران مناسبتی بسازن، اعتراضی بسازن برای همصدایی و همبستگی با مردم ایران. در اینجا در میدان بیازید هم به مناسبت شب یلدا ده ها نفر از شهروندان ایران در استانبول و از گوشه و کنار استانبول در اینجا کنار هم جمع شدن تا به همین مناسبت به یاد قربانیان اعتراضات اخیر شمع روشن کنند، گل گذاشتن در گوشه این تجمع و به ویژه از یلدا آقا فضلی، یکی از دخترانی که در اعتراضات ایران جانش از دست داده و امروز مصادف است بر روز چهلم کشته شدن او، از او خواستن در اینجا یاد بود شود. و اتفاق جالبی همی است که امشب شب یلدا تجلیل میشه در بسیاری از جاهای دنیا از سوی ایرانیان و فارسی زبانان و اسم این دختر کشته شده هم یلدا هست. و اینجا در کنار این که از این یلدا مناسبتی تجلیل شد، در گوشه دیگر همونطور که شما میتونین ببینین شهروندان ایران شعارهایی بر ضد جمهوری اسلامی سر میدن و بار دیگر و مثل همیشه ابراز بیزاری میکنن از حکومتی که جوانانشان را به کام مرگ میسپاره. اینجا سپیده با ما هم هست از برگزار کننده های این اعتراض و میخوایم ازش بپرسیم که چقدر مهم است که این یلدا به گونه متفاوت و با ابراز همبستگی با مردم ایران تجلیل شود. یلدا یکی از جشن های سنتی ماست، فرهنگ ما ایرانی است و ما همیشه از فرهنگ هامون مراقبت کردیم. نظام جمهوری اسلامی همیشه مقابل فرهنگ های ما بوده، مقابل سنت های ما بوده و ما با این پیام داریم بهشون میگیم که شاید یلدای ما رو به خون کشیدین، شاید الان خانواده ها، پدر مادرها در انتظار فرزندانشون چشم به راهن، فرزندانی که در زندانن، شاید پدر مادرها الان اولین یلداست که فرزندانشون زیر خاک هستن، یلدای ما رو به خون کشیدید ولی ما در این یلدا دور هم جمع شدیم به یاد ایران، به یاد کشته شده ها، به یاد دلهای خونین مادران ایران. این یلدا یلدای خونین ماست، اولین یلداست که عزیزان ما نیستن، عزیزان ما توی زندانن، عزیزان ما زیر خاکن، عزیزان ما دارن شکنجه میشن. بله سپیده درویشی، و خواست تمامی معترضان همی است داشتن کوچکترین خوشی هایی که در حال حاضر از مردم ایران گرفته شده، اما تعهد اینایی است که تا زمان رسیدن به این شادی ها، تا زمان رسیدن به عدالت، مبارزه خواهند کرد هم در بیرون از ایران و هم در داخل ایران.